دوباره به بحث سنگ ها رسیدیم. سنگ های گرانبها که اون 4 تا بوده تموم شده. الان تو سنگ های قیمتی هستیم که چند تاشو ساختیم و میخوایم ادامه بدیم بریم جلو. تو این برنامه میخوایم یک سنگی رو بشناسیم که از قدیم بین مردم دنیا خواهان داشته. عقیق که فکر کنم همه میشناسن. واژه عقیق از واژه یونانی آکاته اومده و همه جای دنیا یک اسمی شبیه همین صداش میکنن. مثلا انگلیسا بهش میگن اگت. میگن عقیق اولین سنگیه که توسط انسانهای اولیه به عنوان یک سنگ تزئینی پسندیده شده. یعنی انسانهای اولیه اینو بر میداشتن و برای خودشون چیزهای تزئینی درست میکردن. یعنی بیشتر از 100,000 سال باید بری عقب. عقیق سنگیه که همه جا پیدا میشه. البته منظورمون از همه جا یعنی جایی که سنگ وجود داشته باشه. برای به دست آوردن عقیق احتیاج به معدن نداریم. رو کل سطح زمین عقیق پیدا میشه. البته هر جایی توسط هر انسانی دیده بشه حتما توجهشو میگیره و اونو از رو زمین بر میداره. قدیمی ترین عقیقی که توسط انسان تراشیده شده و به عنوان ابزار استفاده می شده این سنگه که در ایالت اورگان آمریکا پیدا شده. هزاران سال پیش انسان‌های باستانی این سنگ رو تراشیدن و ازش به عنوان یک تیزی استفاده می کردن. قدیمی ترین زیورالاتی که از عقیق پیدا شده یک گردنبند 9000 ساله است که در مصر کشف شده. میدونید که هر سنگی رو که شما حساب کنید میلیون ها سال عمر داره. هیچ سنگی کوتاه مدت تشکیل نمیشه. مثلا الماس میلیون ها سال طول کشیده تا این شکل بگیره. یا هر سنگ دیگه ای، حتی سنگ های ساختمانی. مثلا گرانیت ها حدود 300 میلیون سال عمر دارن و این مدت طولانیه که گرانیت شده گرانیت، یا به قول خودمون سنگ خارا که محکم ترینه. حالا این سنگ‌های به این قدمت همه‌شون از عقیق جوان‌ترن. این عقیق خیلی سن داره. عقیق‌های رو کره زمین پیدا شده که بیشتر از 4 میلیارد سال عمرشونه. یعنی این سنگیه که موقعی که زمین یک نوجوان بوده روی اون داشته شکل می‌گرفته. میدونید که زمین 4 میلیارد و 600 میلیون سالشه و اولین عقیق‌ها 4 میلیارد سال پیش رو زمین شکل گرفته. عقیق اصلاً چیز پیچیده‌ای نیست. در اصل اکسید سیلیکونه. اگر کلیپ سیلیکون رو در چیزو میز دیده باشی، خوب میدونید سیلیکون چیه. اینم فرمول عقیقه. فرق بزرگ دیگه‌ای که عقیق با سنگ‌های قیمتی دیگه داره اینه که خیلی تنوع داره. مثلا سنگ فیروزه نسبتاً همشون شبیه همن. یا حتی سنگ‌های گرانبها مثلا زمرد همشون تقریباً شبیه همه. اما عقیق انواع و اقسام رنگ‌ها و طرح‌های مختلف داره و دلیل این قیافه‌ها و طرح‌های مختلف جاییه که این عقیق‌ها شکل گرفتن. عقیق در حفره‌های سنگ‌های دیگه به وجود اومده. حالا خانواده عقیق چیه؟ عقیق از خانواده کوارتز هاست. کوارتز ها سنگ هایی هستن که با اکسید سیلیکون ساخته شدن. درسته که عقیق از خانواده کوارتزه، اما در بیشتر مواقع خیلی زیباتر از اونه. گفتیم که در حفره های سنگ های دیگه این شکل میگیره. اما چجوری؟ حفره هایی که داخلشون آب جمع میشه. این آبیه که معمولاً با خودش سیلیکون داره. چون باید بدونید که سیلیکون یکی از فراوون‌ترین عنصرهای کره زمینه و احتمال اینکه توی آب سیلیکون وجود داشته باشه زیاده. میلیون‌ها سال این حفره آب میاد توش، رسوب می‌کنه و خشک میشه. برای همین این سیلیکون‌های موجود در اون آب لایه‌های میکرومیلیمتری می‌بنده میاد بالا. عقیق‌های مختلف رو وقتی نگاه کنی، لایه‌ها رو قشنگ می‌بینی. شکل این لایه‌ها مربوط به حفره‌ایه که آب توش رسوب می‌کرده. برای همین ساختارهای مختلف توی عقیق‌های مختلف شکل گرفته. ببینید چه طرح‌های زیبایی. صبوری زمین و نگه داشتن میلیاردها ساله اون آب‌ها، ببینید چی ساخته. درسته که خیلی از عقیق‌ها رنگ قرمز نارنجی دارن،
اما گفتیم که رنگ‌های فراوانی از عقیق‌ها وجود داره و این رنگ‌ها هم به محوطه‌ای که تو شکل گرفته ربط داره. با وجود اینکه فرمول این سنگو میدونیم و میدونیم هم چطوری شکل گرفته، اما هیچ آزمایشگاهی در دنیا وجود نداره که بتونه یک سنگ عقیق کوچیک تولید کنه. خیلی تو این کار تلاش کردن اما نتونستن عقیق رو تولید کنن. باید بدونید که سنگ‌های خیلی گرونتر از این مثل یاقوت کبوب یا الماس تو آزمایشگاه ساخته میشه. درسته که ارزش اون واقعی ها رو نداره، ولی کیفیتش میتونه مثل اون ساخته بشه. اما در تولید سنگ نسبتاً ارزون عقیق ناکام موندن. با وجود اینکه عقیق جزو خانواده کوارتزه و کوارتز هم در آزمایشگاه به راحتی ساخته میشه. باید بدونید که کوارتز تولیدی در آزمایشگاه در میکروسکوپ ها و تلسکوپ ها استفاده میشه. آینه بیشتر تلسکوپ ها و میکروسکوپ ها از کوارتز ساخته میشه. اما با وجود اینکه فرمول عقیق و کوارتز هر دو اکسید سیلیکونه، اما عقیق رو نمیشه مثل کوارتز تو آزمایشگاه درست کرد. حالا شاید بعدها بشه، ولی هنوز نشده. حالا چرا میخوان عقیق رو تو آزمایشگاه بسازن؟ سنگ آنچنان گرونی که نیست. اونها برای این میخوان عقیق رو در آزمایشگاه تولید کنن که کره زمین رو بشناسن، چون این یکی از قدیمی ترین سنگ های این سیاره است و وقتی ساختارش رو دقیق یاد بگیرن قشنگ تاریخ باستانی کره زمین رو به دست میارن. در هر صورت عقیق رو کره زمین فراوونه و در همه جای دنیا به عنوان زیورالات استفاده میشه. عقیق سنگ محکمیه و در عین حال نرمه. خیلی راحت میتونی ببری و بهش شکل بدی. برخلاف کریستال گوگرد که اگر ویدیوی گوگرد رو دیده باشید میدونید که اونو اصلا نمیشد ببرید. این یک ظرف آبخوری چینیه که 1400 سال قدمت داره. کلن با عقیق ساخته شده و این نشون میده که این سنگ چقدر قابل انعطافه و هر جور میخوای بهش شکل بدی میتونی. یک اثر هنری از بیزانس یا روم شرقی، یک گلدون کاملا با عقیق. حالا قیمتش چنده؟ قیمت عقیق مختلفه و بستگی به رنگ عقیق، شفافیتش و طرح توش داره. مثلا یک قیراط عقیق رو در دنیا میتونی 3 سنت بخری، در صورتی که یک عقیق زیبا و شفاف یک قیراطش میتونه تا 240 دلار قیمت داشته باشه. حالا این عقیق که رو کره زمین گفتیم پره، کجاها گیر میاد؟ کجا میتونیم پیدا کنیم؟ بیشترین عقیقی که گیر میارن نزدیک سواحل مختلفه و اطراف آتشفشان ها، مخصوصاً آتشفشان های باستانی. این دریاچه رو میشناسید؟ دریاچه سوپریر که بین آمریکا و کانادا قرار گرفته. حالا این چند تا دریاچه هم که این برشه و آبشار نیاگارا هم اونجاست کاری نداری. در همین دریاچه سوپریور با کیفیت ترین عقیق ها پیدا شده. باید بدونید که 10% آب شیرین دنیا تو این دریاچه است و بهترین عقیق های دنیا هم دور و بر همین دریاچه است.